میگن همه چی از یه جای کوچیک شروع میشه. حالا فکر کنین از همین نقطه کوچیک نافتون میتونین کلی درد و مشکل رو از بدنتون دور کنین. شاید عجیب باشه ولی همینه. امروز میخوام راجع به یه روش ساده و قدیمی حرف بزنم که تا حالا کمتر کسی راجبش صحبت کرده. کمردرد، مشکل گوارشی، سردی بدن، استرس داری؟ با من تا آخر این ویدیو بمون. میخوام معجزه روغنمالی ناف با زیتون رو یادت بدم. من جفتکار هستم، عطار و محقق طب سنتی. هم همه تجربه ها، همه اطلاعاتمو در اختیارتون بذارم. هم از معجزه روغن زیتون میگن، ولی ریختن روی ناف چه ربطی به سلامتی داره؟ چی میشه اگه بدونی ریختن چند قطره روغن زیتون روی ناف میتونه همه سیستم بدن تو به کار بندازه؟ روش رو ازت مخفی کردم ولی حالا وقتش رسیده که بدونی. جای توی بدن تغییر میده که اصلا باورت نمیشه. چرا هیچی از داره دربارش حرف نزده؟ چون به ضرر خیلی ها بوده. روغن زیتون معجزه گره، از کاهش التهاب و بهبود سلامت قلب بگیر تا مشکلات پوستی. بیای چند قطره روغن رو بچک کنی توی نافت، اثرش دو برابر میشه. طب سنتی و بقیه علومای جدید، ناف یه مرکز مهم تو بدن به حساب میاد. از اینجا بدن انرژی میگیره، میبره به همه جا. وقتی روغن زیتون رو میچک کنی توی ناف، در واقع داری به بدنت یه جور پیام میدی که آروم بشه، خودشو بازسازی کنه. معروف هر چی از ریشه بیاد درست و عمیقه. چرا ناف مهمه؟ جذب از طریق ناف چطوری کار میکنه؟ ناف فقط یه جای ساده روی شکم نیست، یه مرکز ارتباطیه. وقتی ما جنین بودیم، تمام تغذیه و اکسیژن بدنمون از طریق همین ناف به ما میرسید. بعد تولدم این نقطه به نوعی همچنان به عنوان یه مرکز انرژی عمل میکنه. حالا چه جوری؟ اینجا یه جورایی مثل مرکز فرماندهیه که بدن ما ازش انرژی و تعادل میگیره. توی طب سنتی و بعضی از طبای مدرن، ناف و یه نقطه حساس برای جذب و تعادل بدن میدونن. وقتی روغن زیتون رو میچک کنیم توی نافمون، از این نقطه کلیدی وارد جریان بدن میشه، سریع هم جذب میشه. حالا چرا سریع؟ پوست اطراف ناف عمیق‌ترین لایه های بدن رو به سرعت به خودش جذب میکنه. به قول معروف پوست یه جور سیستم هوشمند داره که هر چی رو نیاز داشته باشه جذب میکنه، به جاهای دیگه میفرسته. مثال میزنم برات، وقتی روغن زیتون با اون طعم گرمش به ناف میرسه، بدن اونو به عنوان یه ماده ضروری میشناسه، به تمام اندام‌ها و قسمتایی که سردی یا ضعف دارن میفرسته. به خاطر همین میگن روغن زیتون تو ناف یه منبع انرژیه. حالا نکته دیگه هم اینه که ناف به خیلی از اندام‌ها، حتی نقاط انرژی بدن متصل شده، مثل قلب، معده، کبد. روغن زیتون رو توی ناف میریزی، انگار کل سیستم بدن رو داری تغذیه میکنی، تقویت میکنی. به همین خاطر خیلی ها میگن بعد استفاده از این روش حس آرامش و سبکی خاصی دارن. اینجاست که ناف میشه یه جور شاهراه سلامتی برای بدنت. پس کنین یه کسی هست که همیشه احساس سرما میکنه، دست و پاش سرده یا زود خسته و بیحال میشه. این آدم ها چون تب بدنشون به سردی تمایل داره، بدنشون کمتر انرژی داره، دچار خستگی و ضعف میشن. وقتی روغن زیتون که گرمی بخش مرطوبه به نافشون میچکونی، این گرما رطوبت وارد بدن میشه، به نوعی هم تبشون رو تعدیل میکنه، متعادل میکنه. میگیم تب روغن زیتون مرطوبه، یعنی بدن رو نرمتر و مرطوبتر میکنه. سیتش هم میتونه خشکی بدنم از بین ببره، جریان خون رو توی بدن بهتر کنه. اصلی ترین مشکلی که روغن زیتون حل میکنه مشکل گوارشیه. اگه یبوست، نفخ یا رفلاکس دارین حتما امتحان کنین. باور کنین خیلی ها که این کار انجام دادن میگن تغییرات محسوسی توی گوارششون دیدن. کار ارزونه اما به اندازه 1000 تا دارو جواب میده. عزیزانی که آرامش ندارن، آروم و قرار ندارن، استرس دارن، حتما این چکوندن روغن زیتون توی ناف رو انجام بدن. شبا قبل خواب انجام بدی، بهترین نتیجه رو میگیری. فقط با 2 قطره روغن زیتون راحت‌تر میتونی بخوابی، زودتر بخوابی، هم انگار یه جور بدنت ریلکس میشه، ذهنت هم آروم میشه. آرامش از دل شروع میشه. این دل ناف هم خونه آرومی بدنه. چه گفتم بهتون، روغن زیتون
تبش گرمه، وقتی میریزی توی نافت گردش خونم بهتر میکنه. گردش خونم که بهتر باشه، هر جایی که بدن نیاز به ترمیم داشته باشه بیشتر تغذیه میشه. یه کمردرد داری، پادرد داری، حتی بعضی از دردهای دیگه هم داری، این روش روغن توی ناف فوق‌العاده است. یه ذره روغن بزن و بذار بدن جون بگیره. اگه تا حالا روغن زیتون توی ناف امتحان کردین یا سوالی دارین حتما توی کامنت ها بگین، یه لایک خوشگلم بزنین که بفهمم این ویدیو به دردتون خورده. ریختن روغن زیتون توی ناف میتونه درده عضلانی و مفصلی و از بین ببره. عضلاتت آروم میشن، مفصلات آروم میشن. اگه از این روش رو باز میخواین حتما کانال رو سابسکرایب کنین. بهترین زمان مصرف روغن زیتون شبا قبل خواب، باعث میشه که روغن آروم آروم جذب شه تا صبحم بدنت از خواصش استفاده کنه. غیر این، چون شب دراز کشیدی و بدنت تو حال استراحته، جذب روغن بهتر و مؤثرتر انجام میشه. زیاده روی نکن، 3 قطره 2 قطره کفایت میکنه. بکن توی نافت با حالت دایره‌ای ماساژ بده تا بهتر جذب بشه. سه که دب بدنشون گرمه، یعنی معمولا احساس گرمای زیاد دارن یا سریع عرق میکنن، باید با دقت از این روش استفاده کنن، چون روغن زیتون تبش گرم و مرطوبه، ممکنه بدنتون رو بیشتر داغ کنه. مایه باردار اصلا نباید از این روش استفاده کنن، ممنوعه براش، چون ممکنه روی جنین تاثیر بدی بذاره. حتی خشکی چشمم از بین میبره این روش. ناف و چشما ارتباطشون مستقیمه. گفتم روغن زیتون خاصیت مرطوبی هم داره، اون خشکی چشمتو از بین میبره. خانمایی که دردای قاعدگی دارن حتما از این روش استفاده کنن، چون گرمای بیشتری به ناحیه شکم میرسونه، دردای قاعدگی رو کمتر میکنه. اگه که ریزش مو دارن میخوان ریشه موهاشون رو تقویت کنن، حتما از این روش استفاده کنن. این خون رو بهتر میکنه، باعث میشه مواد مغذی بیشتری به موهات برسه.